سوزی زندان اوین هم ظاهرا یکی از اونهاست. الان توی اثنای قیام بود که این اتفاق افتاد، دلشوره مردم رو الان داشتیم میدیم، یادی از همون زمانها بود. یکی از معماها بود که بالاخره چی شد و این ابعاد جنایتی که اونجا صورت گرفت چطور بود؟ شما این موضوع رو کمی برمون توضیح بدید. واقعیت اینه که میدونیم که قیام مردم ایران در سال 1401 در 25 شهریور شروع شده بود و مهر ماه اوج قیام بود و بسیاری از شهرها و دانشگاه‌ها قیام جریان داشت، به خصوص در همون روز 23 مهر بسیاری از دانشگاه‌ها به صحنه قیام پیوسته بودند و شعارهای متعدد که شعار معروف اون زمان مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور بود تو همه جای ایران شنیده می‌شد. در اون شب زندانیان سیاسی تو بنده 7 و 8 اوین هم برای همراهی با تظاهرات و قیام مردم شعارهای ضد حکومتی سر دادن و این دو تا بند که اومد زندانی سیاسی و جمعی هم از بازداشت شدگان قیام بودن که جدیدن بازداشت شده بودن و اونجا منتقل شده بودن. با شروع تظاهرات و شعار دادن زندانیان، طبق گزارش‌ها گارد زندان به صورت ناگهانی وارد اوین شده و شروع به تیراندازی به سمت زندانیان کرده بود. میگن که با گاز اشک‌آور، باتون و شلیک‌های گلوله جنگی و ساچمه‌ای به جون زندانیان افتادن و خب جنایت از همون شب شروع شد. از بند 8 زندان اوین که محل زندان سیاسی بود و 8 اتاق داشت که 50 تا از این اتاق 50 نفر زندانیان رو دستگیر کردن در حمله که اول گارد زندان کرد، که 5 نفر اونا به دلیل کثرت جراحات و زخمایی که برداشته بودن به بیمارستان منتقل شده بودن. توی بند 7 اوین که کنار بند 8 هست، با شنیده شدن تیراندازی و دودی که بلند شده بود و گاز اشک‌آوری که شلیک می‌شد، این زندانیان برای اینکه با خفگی ناشی از گاز اشک‌آور مقابله بکنن پتوهاشون آتش دادن و متعاقبا گارد زندان به اونجا هم حمله کرد و درگیری در همه بندها شروع شد. میگن که طبق گزارشی که بعداً رسید و تکمیل شد و خود زندانیانی که توی جریان بودن، 3 تا از اون اتاقایی که تو بند 8 بود هوادار مجاهدین بودن و بندهای دیگه هم بنده زندانی سیاسی زیادی تو بندها بودن. زندانمان تلاش کرد که برخی از زندانیان رو دستگیر بکنه، بقیه رو هم به صورت جمعی از بنده 8 و 7 جمع کرد برای انتقال به زندانهای دیگه. بندهای دیگه از جمله بند زنان و بندهای دیگه که در کنار آموزشگاه بوده، میگم این دو بنده 7 و 8 که به بنده 7 و 8 معروفن، در زمانی که ما توی زندان اوین بودیم به آموزشگاه معروف بود که کنارش حسینیه هست و پشتش هم آسایشگاه که همین بندهای انفرادی هست، که طبق تصاویری که ما همون شب هم میدیدیم حسینیه کاملا آتش گرفتید که مشخص بود سقفش آتش گرفته و داره میسوزه و همینطور آموزشگاه که به بنده 8 معروف هست. زندانیان بندهای دیگه متعاقبا برای اینکه جون خودشون نجات بدن، با شکستن در زندان از زندان آمدن بیرون تا خودشون محوطه برسونن و از خفگی نجات پیدا کنن. همین زندانیان هم مورد هجوم گارد وحشی زندان قرار گرفتن و بسیاری از اونا کشته و مجروح شدن. با شنیده شدن این گزارش از اوین، خب طبیعی است که مردم تهران هم نگران بشن. جمعیت زیادی از قسمت‌های مختلف تهران به سمت اوین سرازیر شد تا از ماوقع سر در بیارن، که در عمل با خیابان‌های بسته شده در اطراف اوین مواجه شدن و صدای تیراندازی تو اوین تا مدت‌ها ادامه پیدا کرد. شاهدان اینی میگن که درگیری و شعار زندانیان تا 1:30 شب ادامه پیدا کرد و حتی زندانیان مجبور شدن که سر تا زباله رو هم برای مقابله با خفگی در بوهبوه اون گاز اشک‌آوری که میدن آتش بزنن. اما نیروهای لباس شخصی و سپاه که با سلاح‌هایشون وارد اوین شده بودن، بندها رو محاصره کردن و برای جلوگیری از فرار زندانیان که برخی از اون زندانیان پشت بم‌ها رفته بودن، به صورت کور شروع به تیراندازی به تپه‌ها و پنجره‌ها کردن، که خب ما تصاویرش رو تو همون وقت شاهد بودیم. رژیم به طور واقع هرگز در مورد ماجرای اوین و اینکه چه اتفاقی در اونجا افتاده درست اطلاع رسانی نکرده، کل واقعه رو نداده.